درود بر شما. به کانال کلاس سعید خوش آمدید. اگر عضو این کانال نیستید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا انتشار ویدیوهای بعدی به اطلاع شما برسه. منتظر کامنت های شما هستم. همونطور که خدمتتون قول داده بودم تمرین های درس 15 رو جوابشون رو امروز براتون تقدیم میکنم. 15.1 Look at the pictures. What has happened? Choose from the box. نگاه کنید به تصاویر. چه اتفاقی افتاده است؟ انتخاب کنید از کادر. What has happened? هزی که اینجا هستش منظور auxiliary verb have هست، به خاطر اینکه سوم شخص مفرد استفاده شده تبدیل به has شده. پس happened پس participle verb have هست. داخل کادر داریم go to bed، رفتن به رخت خواب. Close the door، بستن در. Fall down، افتادن. Stop raining، توقف بارش، بارون. Have a shower، داشتن یک دوش یا دوش گرفتن. و دقت بفرمایید که باید این افعال رو به صورت past participle اونو از جدولی که مخصوص این کار هست استخراج کنید. Number one, before shoes یا کفش ها کثیف بودن اما now الان تمیزن. چرا؟ چون he has cleaned these shoes. او کفش هایش را تمیز کرده است. فعل تمیز کردن در گذشته انجام شده و اثرش هنوز هست. Number two, این door یا این در توسط این خانم بسته شده، یعنی باز بوده حالا بسته شده. She has closed the door. او در را بسته است. قبلا در باز بود، بسته شد و هنوز هم بسته مونده. این دو نفر دارن تلویزیون نگاه میکنن در نمبر 3 و رفتن به رخت خوابشون و خوابن. They have gone to bed. Gone پس پارتیسیپل ورب گو هستش. Number 4 در حال بارونه، raining، اما اینجا بارون بند اومده یا بارون قطع شده. It stopped raining. بارون متوقف شده است، بارش تموم شده. ببینید اینجا apostrophe s-ی که اینجا هستش مخفف یا contract یا short form has هست، نه is. این در اصل بوده it has stopped. مثل اینجا که یه has داریم، اینجا هم یه has داشتیم. اینو عمدن به شکل apostrophe s نوشتم که به این شکل هم عادت کنید. Number 5، این آقا داشته دوش میگرفته و الان هم تمیز داره برق میزنه. He has had a shower. او دوش گرفته است. Verb have در این جمله در دو نقش ظاهر شده. نقش اولش auxiliary verb has که به خاطر اینکه این جمله در زمان present perfect کاربرد داره از auxiliary verb have استفاده کرده، چون این آقا سوم شخص مفرده تبدیل به has شده. اما main verb جمله که have بوده، در بالا هم داشتیم have a shower، تبدیل شده به past participle این فعل، یعنی شکل سومش رو گرفته که اون هم با past simpleش یکی هست و هر دو had هستن. پس he has had میشه او گرفته است a shower، یک دوش گرفته.
اگر verb have در معنی خوردن هم باشه، اون هم به همین شکلی. مثلا میگیم he has had lunch، او نهار خورده است. The pictures fallen down. این خواب عکس در نمبر 6 رو دیوار بوده و بعد افتاده. هنوز هم افتاده. The pictures. این apostrophe S که اینجا هست همون short form هزه که اینجا هم نشونتون داده بودم. این جمله اصلا اینطوری بوده. The picture has fallen down. ولی به صورت short form میشه The pictures fallen down. Fallen past participle fall یا افتادنه. Complete the sentences with a verb from the box. با افعال داخل کادر جملات رو کامل کنید. Number 1. Can I have a look at your newspaper? در این جمله ما یک modal verb داریم، یک main verb داریم و یک phrasal verb. هر سه تاشون در این جمله به کار رفتن و تک تک اونها رو به نوبت براتون توضیح میدم. Can I have، میتونم داشته باشم، a look at، یه نگاهی، your newspaper، به روزنامه شما. Yes, I've finished with it. من کارم باش تموم شده. من دیگه کاری باش ندارم. I've finished with it. معنیش همینه که من دیگه یه کاری، یه چیزی دیگه ازش استفاده نمی کنم. گذاشتمش کنار. اگه به جای it که یک something هست، یک somebody استفاده کنیم. یعنی به جای I've finished with it بگیم I've finished with her یا I've finished with him، معنیش اینه که من دیگه باش کاری ندارم و دوستی و رابطه صمیمانه‌مون دیگه قطع شده، دیگه با هم هیچ ارتباطی نداریم. I've bought some new shoes. من کفش جدیدی خریدم. البته چون جفت هستم باید بگیم کفش های جدیدی خریدم. I've apostrophe V-E مخفف I have هست و اینجا هم شورت فرمو به کار بردم تا شما بیشتر باش آشنا بشید. خود کتاب هم اینجا به کار برده. البته من کفش های جدیدی خریدم. Do you want to see them؟ میخوای اونها رو ببینی؟ Where is Liz؟ Liz کجاست؟ She's not here. اون اینجا نیست. She's gone out. او بیرون رفته. apostrophe S اینجا با apostrophe S اینجا کاملا متفاوته. این apostrophe S مخفف she is و این apostrophe S مخفف she has هستش. گفته که اون اینجا نیست، او بیرون رفته. I'm looking for Paula. من دنبال پاولا میگردم، در جستجوی او هستم. Have you seen her؟ اونو اینجا دیده اید؟ اینم شکل سوالی tense present perfect است. auxiliary verb have قبل از subject اومده و نکته خیلی مهمی که داره. در present perfect مثل past simple فعل ما در هنگام سوالی یا منفی بر نمیگرده به شکل infinitive، بلکه به همون شکل past participle باقی میمونه. Have you seen here؟ اونو اینجا دیده ای؟ Look، نگاه کن. Look یک clause، یک عبارتیه در این جمله. Subject نداره و subjectش من و شماییم و در واقع مخاطبه. یک جمله
امپراتیو یا دستوریه. ببین. Somebody has broken that window. یک کسی شکسته است آن پنجره را. Has broken به این دلیل از has استفاده کرده چون somebody رو همیشه باید singular در نظر بگیرید و فعلی که براش به کار میبرید رو به شکل singular استفاده کنید. Does Lisa know that you're going away? لیزا میدونه که شما قصد دارید به راه دور برید، بیرون برید؟ Yes, I've told her. بله، به او گفتم. I can't find my umbrella. Can't short form یا contract cannot. ولی دوتا N کنار هم لزومی نداره بذارید. Can't. من نمیتونم پیدا کنم چترمو. چون can یک modal verb، verb بعدیش به شکل infinitive میاد و هیچ چیز اضافه‌ای نمیگیره و شکلش تغییر نمیکنه. Somebody has taken it. یک کسی اونو گرفته، یک کسی اونو برداشته. Where are my glasses? عینک من کجاست؟ ما درباره یک عینک صحبت میکنیم، ولی چرا از آ و glasses به کار برده؟ به خاطر اینکه یه عینک دوتا چشمی داره. I don't know. من نمیدونم. I haven't seen them. من آنها را ندیدم. I'm looking for Sarah. من دنبال سارا میگردم. Where's she gone? کجا رفته است؟ اینجا هم شکل سوالی present perfect. auxiliary verb قبل از subject اومده و در این حال به شکل short form اومده. Where's she gone؟ کجا رفته است؟ اصل این جمله بوده Where has she gone؟ او کجا رفته است؟ هر دو معنیش هم یکیه. I know that woman. من آن زن را می شناسم. But I have forgotten her name. اما اسمش را یادم رفته. همینجا من یک توضیحی خدمتون عرض کنم. یکی از مخاطبین لطف کردن و در قسمت کامنت ها گفته بودن که از جملات محاوره‌ای و جملاتی که در روزمره استفاده میشه بیشتر توضیح بدید. این جملات تمامشون قابل استفاده و قابل کاربرد و پرکاربرد در روز هستن. I've forgotten her name. I've forgotten your name. یا خیلی چیزای دیگه، من یادم رفته. این فراموشی در گذشته اتفاق افتاده و هنوز هم من یادم رفته. Sue is having a party tonight. Sue امشب یک مهمونی داره. She has invited a lot of people. افراد زیادی رو او دعوت کرده است. Has invited. دعوت کرده است. What are you going to do? تو میخوای چی کار کنی؟ Have you decided? تصمیم گرفته ای؟ In invited و decided هر دوشون جزء regular verb ها هستن. به این معنی که past participle و past simpleشون شکلشون هر دو یکیه. شکلشون عوض نمیشه. اما forgotten, gone, seen, told, talking و خود have
بات، اینها جز ایرگولار ها هستن و شکلشون عوض میشه که در جدول لیست ایرگولار فرم ها اونجا باید بگردید و پیداشون کنید. شماره 13، دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. A و B. Number 13. Does Bill know about the meeting tomorrow? میگه بیل درباره یه ملاقات فردا چیزی میدونه؟ Does Bill know؟ آیا میدونه دربارهش؟ B میگه I don't think so. من فکر نمی کنم. I've not told him. من به او نگفتم. من چیزی بهش نگفتم. این عمل نگفتن در گذشته انجام شده دیگه، نگفته و هنوز همون بیل خبر نداره. اینجا یه نکته هست. I've not. اینجا هست I haven't. یه فرق کوچولو فقط اینا با هم دارن. از لحاظ معنی فرقی ندارن. گرامری هم همینطور. فقط I haven't در امریکن انگلیش بیشتر کاربرد داره. معمولش اونجا هستش. مردم در محاورهشون I haven't به کار میبرن. ولی در بریتیش انگلیش از I've not به کار میبرن. مردم بیشتر در محاوره با هم دیگه میخوان صحبت کنن میگن I've not told. ولی در امریکایی میگن I haven't told. Number 14. Do you want this magazine? مگزین میشه مجله. میگه که این مجله رو میخوای؟ یه مجله اونجا افتاده، ازش میپرسه این مجله رو میخوای؟ نفر بعد جواب میده No, I've read it. من اونو خوندم. Read. نگفتم read. Read میشه خواندن و read هم گذشته یه read هست، هم در واقع past participle read. Read رو یادتون باشه مثل رنگ قرمز، همون pronunciation رنگ قرمز رو داره. No, I have read it. نه اونو خونده ام. Thanks. ممنون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.